و به همین دلیل قصه حسد اساساً برای مولوی خیلی مهم بود. خب این مهم بود به دلیل اینکه اولا ریشه های دینی داشت، به هر حال اونچنان که ما در داستان ها تورات و قرآن خوندیم، یکی هابل و قابیل بودن که به هر حال یکی از برادران دیگری رو کشت. به قول ماکیاولی تاریخ بشر با برادرکشی اصلا آغاز شد، برادرکشی که مبناش هم حسد بود. بعد میرسیم به یوسف که به هر حال قصه برادران یوسف و خود مولانا هم میگه این حسد بر یوسف مصری چه رفت، این حسد اندر کمین گرگیست زفت. اونجا هم بیان میکنه که این حسد اون بلاها رو به سر یوسف آورد و تا زمان خودش. پاره ای از مخالفت هایی که با مولانا میشد اینها رو معلول حسد میدانند. در میانه دفتر سوم که همه آشنایی دارید، من هم یادآوری کردم در مواضعی و مواردی قصه رو مولوی آغاز کرده و در میانش خبرهایی به گوش او میرسه که مولوی میگوید که پیش از این که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسد. این قصه تمام نشده، حاسدان شروع کردن به شایعه پراکندن. دود گندی آمد، من نمیرنجم از این، لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند. من نمیرنجم اما میترسم که این شایعات در عده مؤثر بیفته و خاطر اونها رو پی کنه، مکدر کنه، یا اونها باور کنن پاری از این سخنان یاوه و ناسواب رو، و بعد دیگه ادامه میدهد سخنانش رو. پس ببینید این قصه حسد ظاهراً یه حاله‌ای بود که دور زندگی مولانا رو گرفته بود، خودش رو، شاگردانش رو، احباب و اصحابش رو. بسیار هم به نظر من طبیعی و مقبوله، یعنی میتوان دید مولوی مردی بود که از کمالات بسیار برخوردار بود که یک پاره از هزار پاره اون کمالات رو اطرافیانش نداشتن، حتی علمای زمانه نداشتن، عوام که به جای خود. به علاوه مولوی خودش همیشه این رو میگه، در مثنم اشاره داره، میگه افراد به چیزی که فکر میکنن میتونن برسن حسد میورزن، به چیزی که فکر میکنن فکرشو نمیکنن اصلا حسد نمیورزن. میگوید که ما آدمیان هیچ وقت به خدا حسد نمیورزیم، برای اینکه ما میدونیم ما که خدا نمیتونیم بشیم، رو حسد بورزیم به خدا که چی، اصلا در خاطرمونم خطور نمیکنه. اما میگه آدما به آدمای دیگه حسد میورزن. یه کسی که مالی داره، مکنتی داره، جمالی داره، کمالی داره، علمی داره، آبروی داره، میگن منم شاید بتونم اینو داشته باشم، لذا حسد میورزن. خب در مورد مولانا هم همینطور، علمایی که هم دوره او بودن داستانهاش رو هم آوردند که ضرورتی نداره نقل کنیم. این است سبب اینکه اینقدر بر حسد مولوی تکیه می کند. هر حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد علو. یا قلو، هر دوتا رو می شه خون، قلو یا علو. اینجا مولانا کار ابلیس رو هم حسادت می دانه و می گوید که او به آدم حسادت ورزید و سجده نکرد. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد. عقبه ای زین صعبتر در راه نیست، عقبه یعنی گردنه، عقبه ای زین صعبتر در راه نیست، ای خنک اون کش حسد همراه نیست. سخت تر از این میگوید که ما گردنه ای نداریم، از این باید آدمی بتواند عبور بکنه و به جای این که به دیگری حسد ببره، سعی کنه کمالی رو در خودش ایجاد کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو، مرحوم محمد تقی جعفری رو، یه بار خب بارها من نزد ایشان میرفتم و با هم گفتگوهای بسیار داشتیم. یک بار یادم میاد که یک شعری از اشعار مولانا رو برای ایشون خوندم که این بود: پس کمالی را به دست آور تو هم، که از کمال دیگران نفتی به غم. معناش روشنه، تو هم برو یه کمالی به دست بیار تا از کمال دیگران نیفتی به غم، غمناک نشی.